به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، نهمین رئیس دولت جمهوری اسلامی، امروز شنبه نهم مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در ادامه فشارها بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در ایران، سارا سیاهپور به دادسرای انقلاب احضار شد. نیروهای امنیتی پدر و خواهر محمد حسنزاده از جانباختگان اعتراضات را با ضرب و شتم و خشونت بازداشت کردند. با اعلام پیروزی مادورو در انتخابات ونزوئلا، مردم معترض به خیابان‌ها آمدند. اسرائیل مواضع پدافند هوایی ارتش سوریه در دارآرا بمباران کرد. سیلاب و رانش زمین در هند حدود 100 تن را به کام مرگ کشاند. و دانشمندان کشف کردند که یک نوع رایج از باکتری‌های دهان قادرند که برخی تومورهای سرطانی را درمان و ذوب کنند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 30 جولای 2024 میلادی برابر است با 9 مرداد سال 1403 خورشیدی. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، نهمین رئیس دولت جمهوری اسلامی، امروز شنبه 9 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. وی سوگند یاد کرد که همه استعداد و صلاحیت خود را برای ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته به کار بگیرد. در این مراسم مسعود پزشکیان به همراه غلام حسین محسنی اژه‌ای و محمد باقر قالیباف، رؤسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، وارد صحنه علنی مجلس شورای اسلامی شد و در حالی که حاضران شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند، با خواندن بیتی از سعدی درباره مروت و مدارا ابراز امیدواری کرد که روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی گسترده‌تر شود. او بار دیگر معرفی خود به عنوان جانشین ابراهیم رئیسی را نتیجه تدبیر علی خامنه‌ای دانست و بر ضرورت ادامه اجرای سیاست‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد. حضور کمرنگ مقامات بین‌المللی در مراسم تحلیف پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، از جمله میهمانان خارجی حاضر در این مراسم بود. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در ایران، گفته است که حضور کمرمق و سطح متوسط به پایین هیئت‌های جهانی در این مراسم گواه بر این است که جامعه بین‌المللی انتظار تغییر و تحول چشمگیری در روند جاری سیاست جمهوری اسلامی ندارد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، اعلام کرد که احداث کریدور زنگزور، مسیر حمل و نقل زمینی بین آسیا و اروپا، به ضرر ارمنستان است و جمهوری اسلامی همچنان بر موضع مخالفت خود با آن ایستادگی می‌کند. وی بدون نام بردن از کشور خاصی افزود، بیگانگان نباید برای روابط کشورها با همسایگان خود محدودیت ایجاد کنند و آن چیزی است که امنیت و صلاح کشورها را تأمین می کند. اتکا به خود و نزدیکان خود است و اقدامات برخی ها که از راه دور می آیند و در امور دیگر کشورها دخالت می کنند به ضرر آنها تمام می شود. جمهوری اسلامی بارها هشدار داده که هیچ گونه تغییری را در مرزهای بین المللی منطقه تحمل نخواهد کرد. انسیه خزلی، معاون امور زنان در دولت ابراهیم رئیسی، در مصاحبه ای اعلام کرد که قرارگاه گشت ارشاد در وزارت کشور است و حجاب‌بان‌ها برای حضور در مترو از این وزارتخانه مجوز دارند. احمد وحیدی، وزیر کشور، پیشتر صدور هر گونه مجوز برای حضور حجاب‌بان‌ها در مترو را تکذیب کرده بود. قزلی در پاسخ به سوال سایت دیدبان درباره نقش دولت
در برخورد با بیحجابی گفت که مسئولیت این طرح با وزیر کشور است و زیر مجموعه او با دستور وزارتخانه عمل می کند. احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه اول آبان ماه سال 1402 هر گونه سازماندهی حکومتی حجاب‌بان‌ها را رد کرده و گفته بود که این گروه ها مردمی هستند. غزالی هم گفته است که حجاب‌بان‌ها نیروهای مردمی داوطلبی هستند که تعدادشان هم زیاد است. او در پاسخ به این پرسش که چرا نیروهای حجاب‌بان پوشش یکسان دارند، گفت که این سوال باید از وزارت کشور پرسیده شود، اما وحیدی گفته بود که وزارت کشور مجوز خاصی برای این کار صادر نکرده است. گزارش ها درباره جزئیات حمله نیروهای حکومتی به یک روستا در خاش که روز دوشنبه 8 مرداد صورت گرفته متناقض است، در حالی که کمپین فعالین بلوچ و هالبش گفتند که در این حمله روستانشینان بلوچ هدف قرار گرفتند. منابع حکومتی میگویند که این عملیات برای بازداشت اعضای جیش العدل اجرا شده و چند تن از آنها بازداشت شدند. کمپین فعالین بلوچ گزارش داده که فرد کشته شده در روستای قادرآباد خاش یک زن 50 ساله بلوچ بوده و سه شهروند که یکی از آنها نوجوان بود هم زخمی شدند. این در حالی است که هالبش شمار زخمی ها را 8 تن اعلام کرده. خبرگزاری مهر هم با انتشار ویدیویی گزارش داده که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی 4 عضو گروه شبه نظامی مسلح جیش العدل را در این عملیات در روستای قادرآباد خاش بازداشت کردند. در این حال هالبش و کمپین فعالین بلوچ با تکذیب این خبر گفتند که نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به روستای قادرآباد خاش حمله کرده و ضمن تفتیش خانه ها به سوی اهالی تیراندازی کردند و یک زن را کشتند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از ادامه فشار بر معلمان و فعالان صنفی معلمان خبر داد. به گزارش کانال تلگرامی این تشکل سراسری معلمان ایران، شعبه 21 دادسرای انقلاب اسلامی کرج در ابلاغیه‌ای سارا سیاه‌پور معلم و فعال صنفی معلمان در استان البرز را به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به دادگاه احضار کرده است. این ابلاغیه روز 8 مرداد به صورت الکترونیکی به سارا سیاه‌پور ابلاغ شده است. این معلم و فعال صنفی معلمان پیش از این در سال‌های 96، 97 و 1401 با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده است. به گفته این شورا، این معلم و فعال صنفی معلمان در دی ماه سال 1401 در پرونده جدیدی در شعبه 15 دادگاه انقلاب استان تهران با ریاست قاسم صلواتی به اتهام اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت به 5 سال و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. امروز همزمان با سالگرد تولد محمد حسن‌زاده از جانباختگان اعتراضات زن زندگی آزادی در بوکان، نیروهای امنیتی با یورش به منزل خانواده حسن‌زاده، پدر و خواهر او احمد حسن‌زاده و سلماز حسن‌زاده را با ضرب و شتم و خشونت بازداشت کردند. ماموران اطلاعات علاوه بر بازداشت این دو تن، تلفن همراه و وسایل شخصی آنها را ضبط و حتی دوربین مداربسته همسایگان را هم بدون داشتن حکم قضایی توقیف کردند. شاهدان عینی گفتند که نیروهای امنیتی دایه عظیمه مادر محمد حسن‌زاده را هم مورد ضرب و شتم قرار داده و مجروح کردند. محمد حسن‌زاده شامگاه چهارشنبه 25 آبان ماه سال 1401 در جریان اعتراضات مردمی بوکان، در حالی که قصد داشت یک دختر ربوده شده توسط نیروهای امنیتی را آزاد کند، با ضربات متعدد چاقو و همچنین شلیک یک گلوله جان باخت. خانواده او از آن زمان به دادخواهی خون او پرداختند و بارها تحت فشار قرار گرفتند. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی شد. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی،
در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. یک مقام اطلاعاتی آمریکا میگوید که عوامل خارجی تلاش میکنند که خود را با تغییرات در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری آتی ایالات متحده تطبیق بدهند، بلکه بتوانند بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارند. او به طور مشخص به ایران و روسیه اشاره کرده و گفته است که در حالی که جمهوری اسلامی در تلاش است علیه جمهوری خواهان اقدام کند، روسیه در پی تضعیف دموکرات است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام اطلاعاتی روز دوشنبه 8 مرداد در ادامه گفته است که پیش بینی می شود که دشمنان آمریکا عملیات نفوذ خود برای تأثیر بر انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را در چارچوب تغییرات اخیر سازگار کنند. وی در ادامه تصریح کرد که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال می‌دهند که بازیگران خارجی تمرکز خود را بر روی کاملا هریس بگذارند و افزود که احتمال می‌دهیم که اقدامات این بازیگران خارجی با شرایط جدید سازگار شود و روایت‌های خود را در راستای تضعیف دموکراسی در آمریکا به کار بگیرند. و همچنین به سوء قصد ناپرجام اخیر به جان دونالد ترامپ اشاره کرده و گفته است که بازیگران خارجی این حادثه را به بخشی از روایت‌های خود تبدیل کردند. این مقام اطلاعاتی در ادامه گفته است که مسکو و تهران دوباره رویکرد سال‌های پیش را برای تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا دارند و در حالی که جمهوری اسلامی در تلاش برای سوزاندن بلیط جمهوری خواهان است، کرملین می‌خواهد که دموکرات‌ها را لکه‌دار کند. با این حال، نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرده که ایران هیچ هدف و فعالیتی برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا ندارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده که کشورش ممکن است مانند آنچه در جنگ‌های قره‌باغ و لیبی انجام داد، در اسرائیل هم مداخله کند. او روز 28 جولای در گرد همایی شاخه استانی حزب عدالت و توسعه گفت ما باید آنقدر قوی باشیم که این اسرائیل نتواند این کارها را با فلسطین انجام بدهد. همانطور که وارد قره‌باغ و لیبی شدیم، میتوانیم همین کار را با آنها بکنیم. و افزود هیچ چیز ما را از انجام این کار باز نمی‌دارد. ما فقط نیاز داریم که قدرتمند باشیم تا بتوانیم این گام‌ها را برداریم. بعد از اظهارات اردوغان، اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل گفت رئیس جمهور ترکیه رد پای صدام حسین را دنبال می کند. کات در پستی به زبان عبری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به یاد او بیاورید که چه اتفاقی آنجا افتاد و چه سرانجامی داشت.
رسانه‌های اسرائیل می‌گویند که نشست‌های اضطراری ارتش این کشور برای بررسی گزینه‌های حمله تلافی جویانه به حزب الله در لبنان به دلیل آشوب گسترده‌ای که در یک بازداشتگاه زندانیان امنیتی فلسطینی رخ داد به تعویق افتاده است. رادیوی ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه خبر داد که رئیس ستاد ارتش و سایر مقامات ارشد نظامی و امنیتی این کشور مباحثات اضطراری در مورد تدارکات حمله به حزب الله در واکنش به حمله راکتی این گروه به یک استادیوم فوتبال در شمال اسرائیل را رها کردند تا به آشوب بی‌سابقه‌ای رسیدگی کنند که به دنبال ورود صدها تن از حامیان راستگرایان به بازداشتگاه محل نگهداری شبه نظامیان فلسطینی ایجاد شد. هجوم معترضان اسرائیلی به زندانی که صدر تیمان نامیده می شود بعد از آن رخ داد که رسانه‌های اسرائیل روز دوشنبه فاش کردند که 9 سرباز نیروی ذخیره ارتش در این زندان به ضمن تجاوز به یک عضو زندانی گروه افراطی حماس بازداشت و بازجویی شدند. گزارش رسانه‌های اسرائیل حاکی است که صدها معترضی که اکثرا کنشگران و فعالان احزاب راستگرا بودند و دست کم یک سیاستمدار هم در میان آنها دیده شده به بازداشتگاه استاد تیمان رفتند تا به بازجویی و بازداشت 9 سرباز ذخیره مظنون به مشارکت در تجاوز به یک زندانی عضو گروه حماس اعتراض کنند. شهرهای مختلف ونزوئلا بعد از آنکه کمیسیون انتخابات این کشور نیکولاس مادورو رهبر اقتدارگرای ونزوئلا را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، صحنه اعتراضات مخالفان شد. گزارش ها حاکی است که نیروهای امنیتی روز دوشنبه 8 مرداد در کاراکاس پایتخت ونزوئلا برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. از توی انبوه مردم هم که به خیابان‌های اصلی شهر آمده بودند با کوبیدن بر قابلمه‌ها و ماهیتابه‌ها خشم خود را از اعلام پیروزی مادورو در انتخابات روز یکشنبه نشان دادند. یک سازمان حقوق بشری در ونزوئلا گفته است که گروه‌های مسلح حامی مادورو به سوی معترضانی که در خیابان تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کرده بودند تیراندازی کردند. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک گروه مردم نهاد ونزوئلایی از کشته شدن دست کم یک شهروند معترض بر اثر اصابت گلوله گاز اشکاور خبر داد. تظاهرات در شهرهای دیگر ونزوئلا از جمله ماراکای هم گزارش شده. همچنین ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد معترضان در ایالت فالکون ونزوئلا مجسمه هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین را سرنگون کردند. معترضان معتقدند که کمیسیون انتخابات ونزوئلا که اعضایش از نیروهای وفادار به نیکولاس مادورو هستند به نفع او تقلب کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، سایت‌های پدافند هوایی ارتش سوریه در استان درعا در جنوب این کشور شامگاه دوشنبه هدف بمباران اسرائیل قرار گرفتند. این بمباران که رسانه‌های رسمی سوریه به آن اشاره نکردند، در فضای تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بعد از آن بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متعهد شد که به حمله موشکی شنبه که شهر مجدل شمس در جولان اشغالی سوریه را هدف قرار داد پاسخی سخت بدهد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، موشک‌ها تل الجبه و پایگاه پدافند هوایی در این موضع و تل امهوران محل تمرکز نیروهای رژیم اسد و نیروهای پدافند هوایی در حومه غربی درعا را هدف قرار دادند. پلیس انگلستان اعلام کرد کسی را که برای حمله با چاقو به کودکان در ساوت‌پورت بازجویی کرده یک نوجوان 17 ساله متولد کاردیف است که والدینش رواندایی هستند. وی از سال 2013 در این شهر زندگی می کند. امروز سومین کودک که 9 سال داشت بر اثر شدت جراحات جان باخت. دیروز هم دو دختر خردسال 6 و 7 ساله در این واقعه جان باختند. وضعیت 5 کودک زخمی رویداد روز دوشنبه و همچنین دو بزرگسالی که سعی کردند مانع حمله مهاجم شوند هم وخیم گزارش شده است. پلیس گفته است که نام و مشخصات فرد دیگری که در شبکه‌های اجتماعی به عنوان مهاجم حمله نشر شده درست نیست. محل حمله یک مدرسه تابستانی
ایرانی برای کودکان 6 تا 11 ساله بود و در زمان حمله حدود 25 کودک برای کلاس رقص و یوگا و ساخت گردنبند به آنجا رفته بودند. این کودکان در برنامه رقص به سبک تیلور سوئیفت شرکت کرده بودند. طرفداران او تا کنون برای کمک به قربانیان این حمله حدود 30,000 پوند جمع‌آوری کردند. تقریبا بلافاصله بعد از حمله مرگبار با چاقو در ساوت‌پورت، شایعات بی اساس در فضای مجازی پخش شد. در حالی که پلیس و خدمات اضطراری هنوز در حال رسیدگی به این حمله بودند، یک پست به طور گسترده‌ای در شبکه اجتماعی لینکدین به اشتراک گذاشته شد و بدون مدرک ادعا کرد که این حمله کار یک مهاجر بوده است. این گزارش به دروغ ادعا کرد که مظنون 17 ساله یک پناهجو به نام علی اشکاتی است که سال گذشته با قایق وارد بریتانیا شده است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درک دربند چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. مقامات رسمی میگویند وقوع سیلاب و رانش گل و لای در جنوب غربی هند تا کنون دست کم 93 کشته و ده ها مفقود بر جای گذاشته است. بارش های شدید موسمی طی 24 ساعت اخیر منجر به رانش گسترده زمین در نواحی تپه‌ای ایالت کرالا در صبح روز سه‌شنبه 9 مرداد شده است. مقامات بیمارستانی و محلی از احتمال افزایش شمار کشته شدگان خبر می‌دهند، چرا که بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی در گل و لای گیر کردند.
دانشمندان کشف کردند که یک نوع رایج از باکتری های دهان قادرند که برخی تومورهای سرطانی را درمان و ذوب کنند. بنابر نتایج این تحقیق، افرادی که به سرطان سر و گردن مبتلا هستند، اگر غدد سرطانی آنها با باکتری فوزوباکتریوم آغشته باشد، نتایج درمانی بهتری خواهند داشت. فوزوباکتریوم یک نوع باکتری است که معمولاً در سلول‌های مخاط دهان یافت می‌شود و به تازگی تأثیر آن در از بین بردن برخی تومورهای سرطانی در مطالعه‌ای که توسط محققان دانشگاه گایز و سنت توماس و کینز کالج لندن انجام شده به اثبات رسیده است. شنوندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.